دوستان عزیز، فساد به اصطلاح نهادینه شده توی نظام آخوندی و رسوایی پنهان کردن اسم و رسم کلاندوزها اونچنان تشت رسواییش از پشت بوم عالم به زمین افتاده که به رسانه حکومتی هم راه برده. یک نمونه رو با هم میبینیم. در دوران دیرین دیرین نمیذار سلام ای منو شهر ابن دیوید ابن هوشنگ ابن ابوالجرج ابن سبرقند نرسیده به بخارایی. سلام بر تو. سلام ای منو شهر ابن دیوید ابن هوشنگ ابن ابوالجرج ابن سمرقند نرسیده به بخارایی. سلام بر تو. خیلی اسم کوتاهی داره، هر که هم میاد اسمش میگه. اینم اسم تو انتخاب کردی؟ سلام ای منو شهر ابن دیوید ابن هوشنگ ابن درامت واجب ای وی، اما دیگر خسته گشتم ز دست این اسم طویل. بهر مشکلم اندکی اندیش و گوی چگونه جون کنم. پس او دست به یک فساد مالی گسترده و اختلاس بزرگ زد و مشکل طولانی بودن اسمش حل شد. سلام ای میم دال. سلام بر تو. بله، پس آقا مراقب سرمایه مملکت باشین، بعضی ها اسمشو طولانی ها. بله، بعد از این کلیپ طنز بریم سراغ کاریکاتورهای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی. این کاریکاتورها رو با دو تابلو در مورد رجزخونی‌ها یا در واقع خالی‌بندی و لاف و گزاف روحانی شیاد و قاسم سلیمانی جانی شروع می‌کنیم. اولی در رسانه‌های عربی منطقی درج شده و اسمش هست رجزخونی، که قاسم سلیمانی رو می‌بینیم که داره به صورت ابلهانه‌ای میگه به تنهایی در برابر دنیا وای می‌سیم، در حالی که برای خودش و روحانی و خامنه‌ای سرنوشتی جز غرق شدن متصور نیست. اما تابلوی دوم اسمش هست دونکیشوت سلیمانی، که قاسم سلیمانی و روحانی رو به صورت دونکیشوت و نوکرش تصویر کرده. بله، بعد از دونکیشوت سلیمانی ابله بریم سراغ کاریکاتور بعدی که به وضعیت نظام پرداخته. بله، کوزه شکسته بسته و وصله زده نظام رو ببینیم که با چسب اصلاحات وصله خورده و البته در لبه سقوط قرار داره. تابلوی بعدی هم اسمش هست انحرافی در تکامل، که تو این تابلو مشاهده میکنید روند دگرگیسی زالوی خونخوار به آخوند ضد بشر رو نشون میده، ولی واقعا بلا نسبت زالو که به آخوند تشبیه بشه. اما این تابلویی هست که کار یک هنرمند کاریکاتوریست از همسایه شرقیمون افغانستانه، که در توصیف نظام کشیده شده که اسمش هست حکومت اعدام. خب دوستان، با این تابلو به پایان نگاه امروزمون به مطالب طنز و کاریکاتورهای سیاسی رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. پر از خشمی